در حمله صبح یک شنبه انبار تسلیحات شبه نظامیان نیابتی ایران در بین استانهای ترتوس و حما هدف قرار گرفته. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، حملات اسرائیل را تایید کرده. به گفته سانا، 3 تن در این حملات مجروح شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اما میگه یک سامانه پدافندی هم هدف حملات اسرائیل قرار گرفته. حمله های جدید اسرائیل صبح امروز انبار تسلیحات شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در کوههای منطقه مسیف در بین حما و ترتوس را هدف قرار داد. در 25 اوت هم اسرائیل این منطقه را هدف قرار داد و صدها راکت ساخت سپاه پاسداران را نابود کرد. در حمله های امروز 2 تن از شبه نظامیان وابسته به ایران و 1 افسر سامانه دفاعی سوریه کشته شد. حمله بامداد یک شنبه سومین حمله منتسب به اسرائیل به مواضع شبه نظامیان نیابتی ایران و ارتش سوریه در کمتر از 1 هفته بود. طبق آمارهایی که رسانه‌های سوریه منتشر کرده اند، از آغاز سال جاری میلادی اسرائیل دست کم 5 بار به سوریه حمله هوایی و موشکی کرده. 26 تن در این حملات کشته شدند. اسرائیل در سال 2022 میلادی هم 32 بار به مواضع گروه‌های کارگزاری ایران در سوریه حمله کرد. افزایش حملات اسرائیل در سوریه در حالی است که هفته گذشته رسانه‌های این کشور گزارش دادند حکومت ایران برای مقابله با حملات اسرائیل سامانه‌های دفاعی را به سوریه منتقل کرده. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.